سلام بر آب، سلام بر خاک، سلام بر مردان آب و خاک و سلام بر مردمان مهربان روستا. سلام. سحرگاهان خروس بانگ میزنه و میگه ای مردم برخیزید و بهترین راستی و درستی رو بستانید و دیو کاهلی رو از خودتون دور کنید، مخصوصا اون دیوی که میخواد شما رو به خواب ببره. محمد رضا حاجی‌بند هستم، مسئول پروژه پرورش ماهی که در دامنه این طبیعت واقع شده 14 کیلومتری جنوب ازنا به نام درتخ در استان لرستان. موقعیت این منطقه واقعا موقعیت مستعدی است از نظر آب و هوا و ما هم در این منطقه که داریم فعالیت میکنیم بهترین بهره که میخوایم بگیریم از طبیعت و واقعا نه تنها ارزش مادیش، ارزش معنویش برای ما خیلی موثر و بهتره. یعنی واقعا روحیه داریم توی طبیعت زندگی میکنیم، با روحیه باز تلاش میکنیم. کار بدون تفریح انسان رو پکر میکنه و تفریح بدون کار آدم رو تنبل میکنه. جایی که کوشش و مجاهده وجود نداره فضیلت و تقوا از بین میره. خسته نبودن از کار و تلاش اینه که توأم شده با این موقعیت همین پرورش ماهی. من موقعی که میام اینجا با این ماهی ها سر و کار دارم، اصلا نه رویم خسته میشه نه خودم خسته میشم، راضیم تا غروب اینجا، یعنی روز تا غروب اینجا با همین موقعیت کارگاهی سر کنم. اینقدرم واقعا خوشحال میشم که با هماهنگی همین کارگرا، همین بچه ماهی ها، همین موقعیت منطقه تلاش کنم. اینم از تلاش خسته نمیشم. واقعا انسانی که کار و تلاش و تفریح در واقع یه معنی میده، یعنی موقعی که کار کنی تلاش کنی خودش یه نوع خود به خود تفریح هم هست. یعنی کار در واقع معنی مفهومش به معنای همون تفریح، خصوصا در این دامنه، در این منطقه، در یه نقطه. نه فقط تنهایی منطقه ما میگیم این نقطه آب هواش خوبه، نقاط بسیار خوبی در استان لرستان داره که جوان ها میتونن هم کار کنن، هم تلاش کنن، هم تفریح کنن. تفریح سالم، اینو ما تفریح سالم میگیم. اومدن ما تو این منطقه و احداث کردن این پروژه، اول علاقه خودم بوده، علاقه خودم به کار، به تلاش و واقعا به طبیعت. همین مسئله علاقه بوده که منو واداشته، نه تنها علاقه بلکه پشت کارم خودش یه بخشی بوده از این علاقه. یعنی اگر علاقه نداشته باشی، پشت کار نداشته باشی و واقعا با دید باز نگاه نکنی نمیتونی کار. باید اینا رو داشته باشه یه انسان کامل که بتونه
کار و تلاش رو شروع کنه، حالا در چه فرق نمیکنه. من اومدم توی منطقه شروع کردم، خب موقعیت منطقه رو واقعا دوست داشتم. مناطق دیگه هم هستن که اگه انسان واقعا تلاشگر باشه و دوست داشته باشه کارشو، میتونه در اقصا نقاط کشور ایران جایگاه های خوبی هست. نه تنها میگیم در لرستان یا در منطقه مثلا در تخت ما این منطقه هست، طبیعت در دامنه تمام مناطق لرستان، حالا از سلسله جوان زاگرس گرفته تا البرز تا سایر نقاط ایران، همش طبیعته و میشه تلاش کرد در همه نقطه‌های ایران. بستگی به انسانش داره که واقعا انسانی باشه که کارشو دوست داشته باشه، تلاشو دوست داشته باشه. و همین میدونید کار و تلاش چقدر انسانو زنده نگه می‌داره، خصوصا جوونا اگر واقعا علاقه مند بشن به کار و تلاش، من معتقدم که همیشه بهترین واقعا و لذت بخشترین کار براشون تلاشه، براشون کارهای تولیدیه، کارهایی که واقعا با طبیعت لخ بده. حالا از هر نظر فرق نمیکنه، تولیدی باشه، صنعتی باشه، فرق نمیکنه. انسان باید تلاش کنه. تلاش کردن انسان رو زنده نگه میداره، انسان روحیش رو باز نگه میداره و شاید مدت ها بتونه با همین روحیه باز زنده بمونه. به نظر من امید دارویه که شفا نمیده، ولی درد و قابل تحمل میکنه. اینه که ما باید همیشه امیدوار باشیم. اگر امیدوار باشیم همیشه واقعا تو زندگیمون هم موفق هستیم. در هر ابعاد زندگی انسان باید امیدوار باشه، ما نباید ناامید بشه، چون زندگی هم با امید رونق میگیره. اگر میخوای واقعا قدرت مردی را در نظر بگیری، اونو باید در زمان مشکلات و موقعیت های زندگی ملاحظه کنی. واقعا اگر مردی آدم قدرتمند و یعنی موفقی در کار و زندگی باشه، همیشه بردبار هم هست، همیشه سخی در مقابل کار، در مقابل سختی ها وای میسه. شجاعت رو من در کار و تلاش میدونم، شجاعت رو در حرکت های واقعا ثمر بخش تو جامعه میدونم. شجاعت اینه که واقعا یک مرد بتونه تو اجتماع موفق باشه، نه در راه کارهای خلاف یا نه در راه مسائلی که اصلا با اجتماع بخونه، در راه خدمت، در راه تلاش، در راه بهبود زندگی خودش، در راه خدمت به دیگران، در راه واقعا آباد کردن منطقه ای که بتونن دیگران هم بهره ببرن. اینو ما بهش میگیم شجاعت. باید هزاران بار این گل سرخ ها رو بو کرده باشم، با این حال هر بار تجربه تازه‌ای. میدونی چرا؟ چون یاد گرفتم که توی زمان اکنون و اینجا زندگی کنم. هرچه بیشتر به اونچه که انجام میدی متمرکز باشی، توی کارت مجذوب‌تر میشی و بیشتر در زمان حال زندگی میکنی. این تمرکز کلید کامیابی در همه زمینه‌های زندگیه. هرچه تمرکز تو بهتر باشه، میتونی سریعتر و موثرتر کار کنی. متوجه جزئیاتی میشی که از چشم دیگران مخفیه. پس توی کارت تمرکز کن.
سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. بزرگوار، میشه خودتو معرفی کنی؟ بگی اهل کجایی و الان دارین چی کار میکنین؟ ما رشید لج، اهل روستای سیبلای پاچلک غربی همه ازنا. اینم خانوادمونه که دارن نون روزانمونه میپزونن. ما که نونوای نداریم، خودمون نون درست میکنن، زن بچه هامون. سفرتون پربرکت باشه. همه بچه هاتون هم اینجان؟ بله، همه بچه هم اونجان. الان اینجا نشستن همه بچه هاتن؟ همه بچه هم. خب دو تاسو عروس ها من، بقیه هستون هم این دوتا هم بچه ها من، این ستا نوید ها من، دو تاسو یکی هم که خانممونه. خب رشید خان، همسرت به همسرت علاقه داری؟ بله، با کوشش روزانه علاقه داریم، هر روز کاری میکنه برامون، زحمت نمیکشه، قدر عافیت با دونسه به نون درست میکنه برای تشکر نون درست میکنه، غذاهای درست میکنه، کارهای دیگه میکنه، گاوارا میریشونه، خیلی کارهای خوب میکنه. شما خودت چی کار میکنی؟ خودم هم کشاورزی میکنم. مزرعت کجاست رشید خان؟ مزرعم هم دوره، یه قدری آوازی دورن. میشه ما رو ببری اونجا؟ بله. رشید خان. بله. من یه سوالی ازت دارم. ببرو. به نظر تو میشه تو روستا آدم یه زندگی خوب داشته باشه؟ بله. چطوری؟ برای اینکه روزانه کاری بکنی، شلق کاری داشته بی، بتونی زندگی بهتری دستیاری. الان از زندگی خودت راضی هستی؟ بله، راضی راضی راضی. اگر بهت بگن بیا برو توی تهران مثلا زندگی کن، میری؟ اصلا نمیتونم تو شهر یه ساعتم بمونم، من برم یه چی بگیرم و بیام. چرا؟ اخلاقم نبرداره. یکی یکی هم که ما شلقی نداریم تو شهر، ما شلقمون در دهاته و خیلی هم خوشوقتیم زندگیمون و کوششتمون و کارمون و زراییمون. گاو فقط یه حیوان اهلی و آرام نیست، بلکه به نظر ما هر گاوی یه کارگاه کوچیک صنایع تبدیلیه. یه گاو یعنی چند شغل برای اهل روستا. یه گاو یعنی شیر، پنیر، کره، ماست، دوغ و خیلی چیز. اول دو تا گاو داشتیم، بعد با تلاش خودمونو روزانه که کار کردیم و زحمت کشیدیم و یواش یواش زیادش کردیم، الان هم دارای 20 تا گاوی. رشید خان، رشید آقای لک، گاوات زیاد، لبخندت برقرار. ما اگر زحمت نمی کشیدیم، کار نمی کردیم، دارای ای همه گاو نمی شدیم. کار کنید، بیکار نمونید، سربار جامعه نشید. یه گاو در سال گاو داریم، تا گاو یه گاو ببینید دو تو شیر داره، یه گوساله هم داره، دست کم است 250 تومن تا 300 تومن سود و سوتریه. هر کس بتونه گاوداری کنه یا دامداری کنه به این سود میرسه. ما از زندگانی خودمون اولی که شروع کردیم با دو تا گاو شروع کردیم، الان هم خیلی خوشبختیم زندگیمون و درآمدمون و خیلی هم خوشبختیم. رشید خان میگه من گاوامو نوازش میکنم، اونا دو برابر بهم شیر میدن. میگه من به اونا رسیدگی میکنم، اونا روز به روز تعدادشون بیشتر میشه.
همه اهل آبادی میدونن هم رشید خان گاواشو دوست داره، هم گاوا رشید خانو دوست داره. ما الان این گاو منو به 700 تومن هم نمیدیم. خدا رو شکر. از جمله خاصیت‌های کار اینه که روزها رو کوتاه می‌کنه و عمر رو دراز. وقتی سرگرم کار هستی متوجه عبور زمان نمی‌شی، بنابراین افسرده نمی‌شی. وقتی سرگرم کار هستی، کاری که به اون علاقه داری، روز به روز جوان‌تر می‌شی. اونایی که اهل کارن می‌دونن که درست می‌گن. زندگی دارای سه بعده: بودن، کنش و داشتن. اغلب ما تلاش میکنیم تا پسگرایانه زندگی کنیم، تلاش میکنیم تا پول بیشتری داشته باشیم، تا احساس کنیم بیشتر میتونیم چیزهایی رو که میخواییم به انجام برسونیم و در نتیجه خوشبخت تر بشیم. این شیوه عملا برعکس کار میکنه. اول باید کسی باشیم که براستی هستیم، اون وقت کاری رو انجام میدیم که به سوی اون هدایت میشیم تا بتونیم اون چه رو که میخوایم داشته باشیم. به نام خدا. فاطمه محمدی تجاره، بهورز خانه بهداشت هولندش، استان لرستان. پوران محمدی تجاره، سمت، آموزگار و عضو شورای روستای هولندش، استان لرستان هستم. به نام خدا. اشرف محمدی هستم، فرزند دوم خانواده محمدی، آموزشیار نهضت سواد آموزی. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب شهناز محمدی، ساکن روستای هولندش. خانواده ما کلن 11 نفر بوده، در حال حاضر 10 نفریم. شغل اصلی پدر کشاورزیه. تمام اعضای خانواده هم در کنار سایر کارها و شغلایی که دارن همکاری و دوشا دوش پدر و مادر فعالیت میکنیم در زمینه‌های مختلف شغل پدر و مادرمون. علاوه بر اینکه شغل اصلیم آموزگاریه، ولی در شورای روستا شرکت کردم. نکته‌ای که باید بهش اشاره کنم، هراس نداشتیم. هر فعالیتی که بهمون به اصطلاح پیشنهاد شده خیلی صادقانه جلو رفتیم و فکر نکردیم کم میاریم، یا مثلا شاید با توجه به فرهنگ روستا نپذیرن مثلا یه زن در صحنه باشه. نه، با اینکه در کنار یه طایفه به اصطلاح اشعاری زندگی میکنیم، ولی من که در فعالیت های شورا شرکت کردم، ثبت نام کردم، خیلی با استقبال خوبی روبرو شدم مثل سایر مردا. رأی آوردم، فعالیت میکنم و خوشحالم هستم.
استعدادهایی که در درون هر انسان نهفته است ممکنه در حین کار شکوفا بشه. اگر انسان تنبلی کنه و بخواب و بگذرون و بیتفاوت باشه، هزاران استعداد نهفته درون انسان میمیرن و یک انسان اگه کار نکنه یک مرده متحرکه، یعنی یک مجسمه میشه حسابش کرد. من تو خانه بهداشت کار میکنم، خانه بهداشت هلندش. وظیفه اصلی من بهبردی هستش. حدود 2.5 سال هستش که شروع به کار کردم. در طی این 2 سال جز بهبردان نمونه شهرستان خرم‌آباد بودم. علاقه به خصوصی به کارم دارم. با اشتیاق تمام کار میکنم. حتی در روزای تعطیل شبانه روز در خدمت مردم هستم و هیچ گونه احساس ناراحتی در این کار نمی کنم. کار لازمه زندگی هستش. پایه و اساس زندگی کار هستش. حالا تو کشورهای توسعه یافته حرف اولو کار میزنه. از هر 5 نفر انسانی که زندگی میکنن در کشورهای توسعه یافته 4 نفر اونا کار میکنه و 1 نفر بیکار هستش. ولی در کشور ما از هر 5 نفر 1 نفر کار میکنه و 4 نفر دیگه از دسترنج اون 1 نفر استفاده میکنن. سواد تا حدی پیامبر بهش ارزش داده که میفرماید ز گواره تا گور دانش بجوی. من هم به این گفته پیامبر عمل کردم و دوست دارم بیشترم، چون خودم روستایی بودم. همه خدمتم حدود 10 ساله که در وزارت کار میکنم بیشتر در روستا خدمت کردم. هیچ موقع کلاس تو شهر نداشتم، با اینکه دوست داشتم به بیسوادان شهر کمک کنم، ولی چون خواهرای دیگه بودن من بیشتر خودم چون یه فرد روستایی بودم در روستا خدمت کردم. البته نه فقط در روستای خودم، در روستاهای متفاوتی خدمت کردم. من خودم هم همراه خانوادم بعد از اینکه تدریسم تموم بشه تو مزرعه کار میکنم، به اونا کمک میکنم در هر کاری باشه. حالا حتی آبیاری باشه که وظیفه یه زن نیست، ولی من دوست دارم کار کنم. شخم زدن باشه، اگه بلد باشم این کار رو انجام میدم. ویژن کردن باشه انجام میدیم. هر کاری که باشه ما انجام میدیم. برای اینکه چی؟ خانوادم پیشرفت کنه، برای اینکه جامعه هم پیشرفت کنه، کنن کشورمون پیشرفت کنه. جامعه های دیگر ما اگه ببینیم همه کار میکنن، همه، چه زنشون، چه مردشون، چه دخترشون، چه پسرشون، همه کار میکنن. در حتی کارهایی میکنن که تو کشور ما انجام نمیدن. مثلا رانندگی رو من خودم دیدم. من کشورهای خارجی، مثلا سوریه که رفتم یا خواهرایی که دیدم، حتی راننده اتوبوس بودن، راننده های ماشین های باری بودن، کار میکردن که فعالیت. الان میبینیم مثلا میگن فلان کشور چقدر پیشرفت کرده فلان چی. ولی در استان ما، مخصوصا استان لرستان، متاسفانه خواهرها کمتر کار، البته تو روستا بیشتر، ولی تو شهر بیشتر خیلی دیدم کم کار میکنن اینا. مثلا استان اصفهان خانوما هیچ کدومش بیکار نیست. اگر شما برید تو شهر خیلی کم میبینید خواهری تو خیابون بگرده، ولی تو استان لرستان اگر برید تو خیابونا پر از جوانای بیکار که حاضر نیستن کار کنن، فقط حاضرن برن بشینن پشت میزی. در صورتی کارهای دیگه هست که اینا بخوان انجام بدن، کارهای استقرازایی که الان جهاد سازندگی، اداره کشاورزی، مثلا کمیته امداد امام برای اونا، مثلا اونایی که تحت پوشش شرایطشو دارن براشون درست کردن، اینا میتونن یه کارهای فنی داشته باشن انجام بدن تا پیشرفت کنن. هی همش منتظر نباشیم که فلان اداره قبول بشیم بریم سر کاری اداری داشته باشیم. ما در مقابل حتی کسانی که شغل اداری دارن باید بعد از اونش وقت بیکاریشون چی یک کاری دیگه هم انجام بدن که بتونن به زندگیشون و به اقتصاد خانوادهشون کمک کنن. من از جز اعضای خانواده محمدیان هستم.
از کودکی به کارهای فنی و عملی و کشاورزی علاقه به خصوصی داشتم. کنجکاوی من باعث شد که رانندگی با تراکتور رو یاد بگیرم. کار اصلی کشاورزی هم با تراکتور انجام میشه. از جمله شخ زدن، کاشت و داشت و برداشت با تراکتور انجام میدم. میخوام به تمام مردم جامعه، چه زن چه مرد، بفهمونم که کار کردن عیب نیست، بلکه کمک به اقتصاد خانواده و جامعه میباشه. مهد اول خون کار کردم، فعالیت کردم، کار و کار کسی ناشت، من هیچ گونه او در اول تا آخر، یعنی یه تا اید پاسکا هم نردم پرمنده، یعنی کارم هنم ری رضای خدا بیا، کار و کار کسی ناشت، من حلال زلال سخم زحمت کسی، من جامعه حلال و ارمانی آمدم و این زن و بچه اینو هم در جانب خدا حلال در امان رو زحمت کش. خدای بخشنده مهربان مرد و زن رو آفرید و فرمود برتری شما به تقوای شماست. خدای بخشنده مهربان در کنار مرد زن رو آفرید و از غیرت و همت به هر دو یکسان عطا کرد. خدای بخشنده مهربان زنهایی رو آفرید که اسوه غیرت و همت شدند. یکیشون همین نزدیکی هست، همینجا. سلام، خسته نباشید. شما آقا ماسید، من الان پیر شدم، ماسید این جوانی اصل رو بگیم، دوست خودم پیر شدم. مادر جان، میشه بگید اسمتون چیه؟ اسممون قمر تاجر. این روستا اسمش چیه؟ قروق. آه، روستای قروق بروجرد. روستای قروق بروجرد. آه، خیلی خوب. خب الان اینجا چی کار دارین میکنین توی مزرعه شما؟ کشاورزی. 30 هکتار زمین دست ما، 40 هکتار زمین دست ما، 40 هکتار. ما شنیدیم که شما خودتون به تنهایی مزرعه بزرگ و مدیریت میکنید، راست میگم؟ آره، سرکارگره، ما زحمت سر و هنو دیار و بوندش همه منم. خب
با این سن و سالتون همه کار دست ما. با این سن و سالتون مشکلی ندارین؟ نه مشکل اینه آقا، والا ما سعیف از این فیلم برداری دو جوانی با الان ده ها شکست خوردم. مگه جوانی ها چی کار میکردی؟ جوانی خود سالیت سر این زمین میدوستم دوم سر کنوا تراتول به خدا، دوم سر کارگر چادر مزم دو بیاوه به خدا سر زمین کارگر در شهر میگردم رختم داشت دو بیامه چی باقیمه چی هم. ای زمین ها چند هکتار کلن؟ 40 هکتاره و مال خودم آقا 40 هکتاره. ای 40 هکتار چی توش کاشتی؟ جو ونیمه، گندم ونیمه، باقلیه ونیمه، لوبیا سفیدم ونیمه، برداشت کردیم. برنج هم میکاری شما؟ برنج هم کاشتیم، برنج، برنج. برنجش خوب در اومده؟ برنجش خوب عادی در میاد آقا. همیشه من 5 برمیستم، 5 صبح. الان 5 برمیستم، زمستونم 5 برمیستم. که کاری هم آماده هم کنم 30 سرا 30 هنه. پت نکنی یه نفر چند تا چند جام رضا آدم. یه نانه که تو گل ریزی که بیا اینا رو همه انجام دم به خدا. و کشاورزی زحمت بکشی، عرق میان پایین، خالص میشی، آب و چی وسیلت درست نکشته، اما الان آی باقلی ها افتاد 4 روز هنی برداشت نه، بده؟ این باری بنیشی پاد کنی بیریم کی میاد دست سبزی بفریم شما؟ کی میاد سبزی بخره؟ 4 تا بخره، 4 تا ماه گرون هم من از زمین رو مره، نه والا پارچه با هم سنگین ما بسید پولش رو نداریم. هیچی به کشاورزی نمه آقا. دلت بخواه حد محمد جور نوهدی زمین تو. وقت خیار خیار، وقت گرجه گرجه. ایما من رازم گرجه و خیارم. تو زمین. الان زمین شهش نه. الان تیدکی زانه. تیدکی با هم جون و گرجه. قدیمیان ها گوتن من هم سیم صحبت کردن اما الان زنی ها مدوان در این سرات بر میکنن دیگه بیاوه بالا چی کار مدوان خیار چیه مدوان گرجه چیه مدوان همه کار شودر میارم رسی گاب گاب داری میکنن الان گابیان رو بس میکنن سیر میکنن شیرش موشن میاد در آبادی شیر مورن و کشاورزی خیلی خوبه هر که بد و نه بچر خونش والا ار ما ته خون فکر خون هم که کردم من بیشتر کار کردم تا مردم، ورد خونم. هم خونه ده گردن بیا، هم میمون، هم کارگر، هم سرا. حالا مرد یه کار دستش یا من را جلو، یا موتر روشو میکنه، یا اویاری میکنه. دیو چه بیلو من از زمین یا سر صفره حاضری. مرد خونم یا سر حاضری. زن بیشتر بدبخته آقا. هر زنی باده تخوش خیلی فعالیت کار داره، خیلی. با پز و بشور و بمال و اینون همه داریم. پشت سرت نگاه کن این جایی که نشستی هسته کچه سبز خود رو من خوشفت میذارم او پشت سرت او بر کشاورزی خیلی خوبه ما رایت کنی شوخش هم داشته بودی هر شوخش ناش دایی خوب عملش نمیاری واقعا آدم وقتی یک چنین زنانی رو میبینه که مردوار چرخه زندگی رو به چرخش در آوردن نمیدونه چی بگه غیرتت رو شکر مادر مادر سخت گوش خدای بخشنده مهربان به ما چشم داده که با اون همه چیز رو ببینیم پاشو از خونه برو بیرون قدم بزن و نگاه کن
برو گنج هایی که توی دشت و کوه و جنگل یک صدا تو رو فریاد میزنن نگاه کن. برو با اون چشمای پاکت سرشاری و ثروت طبیعت اطراف روستاتون رو نگاه کن، شاید فرجی بشه. ای دست های پینه بسته، ای صورت های تب کرده، ای گام های استوار و ای مردان کار، سلام. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. حواست کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده فولادی فردم، تولید کننده نهال در قریه علی آباد شهرستان الشتر تابع استان لرستان. به منظور توسعه درختکاری و با توجه به اینکه همه ما مسئولیم، هر کدام در هر زمینه‌ای که اطلاعات یا تجربه‌ای داریم بایستی اینو به کار ببندیم و به مردم و به مملکتمون خدمت کنیم. به این خاطر ما از سال 1368 با توجه به اطلاعات اندکی که داشتیم و تجاربی که اندوخته بودیم، این نهالستان رو با همکاری و حمایت و راهنمایی اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد استان و حمایت مالی بانک کشاورزی استان و شهرستان الشتر شروع کردیم و از اون تاریخ تا کنون الحمدلله سالیانه تعداد زیادی درختان جنگلی و چوبه نظیر گردو و بادام و درختان سرسری و پیوندی نظیر زردالو، هلو، انواع آلو، سیب، گلابی و به تولید میکنیم و وسیله اداره کل منابع طبیعی و سازمان کشاورزی استان و سازمان جهاد استان خریداری میشن و بین کشاورزان و درختکاران توزیع میشه و یا مستقیم به کشاورزان و باغداران عرضه میداریم. با توجه به این که به منظور تولید نهال و خدماتی که در این زمینه نیاز هست به عنوان یک شغل میشه تلقی کرد و جوانان روستایی و افرادی که دارای امکانات آب و زمین هستند و اطلاعات اندکی داشته باشند میتونن با راهنمایی و همکاری ادارات منابع طبیعی و سازمان کشاورزی و جهاد به عنوان یک شغل استفاده کنن و در زمینه تولید نهال خدمت کنن و در این زمینه تعداد زیادی نیرو هم به کار گرفته میشه، چون با توجه به اینکه سطح نهالستان ما وسیع نیست بیشتر از نیروی کارگری استفاده میکنیم و در نتیجه هم ایجاد کار میشه و هم ایجاد درآمد و شغل برای افراد. برای اینکه کسانی که علاقه‌مندن در این زمینه بیان و دنبال کنن و نهال تولید کنن، اگر کسانی باشن که رشته‌های منابع طبیعی گذرانده باشن، کاردان جنگل، کارشناس جنگل باشن که خودشون میدونن و به راحتی میتونن انجام بدن، اما کسانی که
آشنایی نظر علمی ندارن میتونن با راهنمایی اداره کل منابع طبیعی و کارشناساش و سازمان کشاورزی و کارشناسای سازمان کشاورزی و جهاد در این کار مبادرت کنن و تورین نهال داشته باشن و نهالستان دایر کنن. نهالستانی که ما دایر کردیم با توجه به اینکه خودمون مستقیما دنبال میکنیم و کلیه جوانبشو بررسی میکنیم و در تمام مراحل حضور داریم و بیشتر وقتمون رو اینجا میذاریم، یک تنوعی هست در زندگی، یک شغلی هست و به نظرم یک وظیفه هست که من ادا میکنم. این دینی هست که ما به این مردم داریم. چون من در این زمینه تخصصی دارم، این دینو دارم که در این زمینه به مردم خدمت کنم و در قبال این زحمتی هم که میکشیم با فروش نهال پس از کسر هزینه های عملیات کاشت و داشت و برداشت مبالغی هم برای ما میمونه که الحمدلله به این وسیله هم خود ما و هم بچه هامون تونستیم زندگی راحتی رو داشته باشیم. خدا رو شد. هر کس که زنده هست بایستی حرکت داشته باشه. زایده حرکت هم کار و فعالیت مثبت. انسان تا وقتی که زنده هست بایستی فعالیت درست و حساب شده ای رو داشته باشه و بتونه هم به مردم خدمت کنه هم به خودش. جامعه ما نیاز به حرکت و کار داره، اون هم کار سازنده و مفید و کار درست حسابی که بتونن مردم در قبال کاری که ما انجام میدم یه فایده ای رو ببرن. الان خوشبختانه وضعیت مملکت ما یه طوری هست که اگر واقعا کسی طالب کار باشه و طالب زندگی درست میتونه و به انهای مختلف هم وسیله سازمان دولتی هم کمک میشه و هدایت میشه و راهنمایی میشه. در گذشته اگر کسی کار سازنده‌ای رو انجام میداد به اون صورت وسیله دولت حمایت نمیشد، ولی خوشبختانه الان با توجه به اینکه سیاست دولت سیاستی هست که دنبال ایجاد کار و درآمد و ایجاد اشتغال و مشارکت کلیه آهاد مردم است برای پیشرفت مملکت، در این زمینه 100% دولت مردم رو یاری میکنه. منتها خب خود مردم با توجه به توانی که دارن باید دنبال باشن که از این توانشون، از این نیروشون استفاده کنن. هر کدوم از ما با توجه به توان و نیرویی که داریم بایستی تلاش کنیم و تلاش سازنده‌ای داشته باشیم. یعنی به این خاطر ما اگر حرکت نکنیم و منتظر باشیم که دیگران کاری انجام بدن که ما بهره ببریم، این کار درستی نیست. هر کس به اندازه‌ای که توان داره، نیرو داره، بایستی از توان و نیروش استفاده کنه که هم خودش بهره ببره هم به دیگران بهره برسونه. برای انجام هر کاری، هر فعالیتی مشکلاتی وجود داره و کار بدون مشکل وجود نداره. انسان بایستی در مقابل مشکلات صبر و حوصله پیشه کنه و به نحوی
دنبال کنه کارو که اون مشکل رو به نحو صحیح انجام بده. یعنی نبایستی ما از مشکل و مشکلاتی که در پیش راهمون هست حراسی به خودمون راه بدیم که مانع از پیشرفت ما بشه. ما در این زمینه باید مانند کوه در مقابل این مشکلات مقاوم باشیم و پابرجا و هر روز به تلاش و توسعه کاریمون دنبال کنیم و اونو پیشرفت بدیم. یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه افتادن در گلولای ننگ نیست، ننگ اینه که همونجا بمونی. و تو دوست من، اگه دست بر قضا بیکار شدی ننگ نیست، ننگ اینه که بیکار بمونی. ما در زمینه تولید نهالی که دنبال میکنیم و به عنوان یک دین امیدوار هستیم که انشاءالله بتونیم ادا کنیم، با توجه به اینکه ائمه ما فرمودن که درختکاری و نگهداری درخت یه صدقه جاریه هست، بزرگترین امید و آرزوی ما خدا شاهد این بوده و هست که نهالی که ما تولید میکنیم و به مردم میدیم اینو درست نگهداری کنن که از ثمره این درخت و این میوه عایداتی نصیب مردم بشه، که ما علاوه بر منافع مادی که از این تولید نهال میبریم، از اون منافع معنوی و از اون ثواب اخروی که همه اولیا و انبیا توصیه کردن انشاءالله هم ما و همه درختکاران انشاءالله و کسانی که دنبال این رشته مقدس میرن انشاءالله برمن میشه. وقتی که خیلی غمگین و افسرده ایم احساس گرسنگی میکنیم، زندگی و آدم هایی که هر روز با اونها روبرو میشیم نمیتونن همه چیزهایی که ما نیاز داریم به ما بدن، ما هم عاجزانه تلاش میکنیم اون رضایتی که آرزوشو داریم از پیرامونمون تهیه کنیم، در این صورت نیروهای درونی خودمون رو فراموش بکنیم. دنیای امروز بر پایه اعتماد به نفس طراحی شده، دنیایی که هوش و خلاقیت در اون حرف اول رو میزنه. وقتی ما به خودمون تکیه کردیم، وقتی ما به خودمون اعتماد کردیم، اون وقت همه چیز برای ما. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب عبدالعلی کرم‌علی از روستای شریف خواوه از شهرستان نورآباد دلفان از استان لرستان. بنده 55 هکتار زمین کشاورزی دارم، در دو مرحله میکنم، یعنی 27 هکتار نخود میکارم و بقیهش گندم میکنم. بنده در سال 78 کشاورز نمونه در صدرستان بودم، نخودکار نمونه. علل موفقیت این جانم اولا توکل به خداوند بزرگ، دوم با تلاش و کوشش خودم و با همکاری ترویج خدمات سازمان کشاورزی که من با اونها ارتباط نزدیکی دارم، اونا از علمشون بنده تجربم رو هم سال گذشته موفق شدم در هکتار 1.5 نخود برداشت کردم. انسان خداوند خلق کرده، زمین، آب، خاک در اختیارش گذاشته که انسان بتونه برای معاش زندگی خودش آبرومندانه زندگی کنه. البته کشاورزی نعمت خدا دادی است که از طرف خداوند به انسان لطف کرده که ما از آب خاک با زحمت، تلاش، بنده به عنوان کشاورز خودکار باید تلاش کنم شب روز تلاش کنم تا بتونم هم معاش زندگی خودم و هم برای کسب درآمد خودم و خانواده‌ام و هم یه تولید کننده باشم برای مملکت. مثلا نخود صادر میشه، هم به نفع کشاورزه، هم به نفع بازاره، هم به نفع دولته. آدم تنبل فقط منتظر میشینه کار نکنه، این جور در نمیاد. انسان باید
کار کنه، تلاش کنه. مثلا از زمینی خداوند در کار گذاشته باید استفاده خوب بکنی. باید کار کرد، شبانه‌روز تلاش کرد، زحمت کشید. مثلا نخود چند بار باید شخ زد، چند بار رژین کرد، بعد جمع‌آوریش مشکله. بابستان در زیر گرما با زن و بچه همه جمع میشیم، با همه مشکلات جمعش میکنیم، هم برای معاش خودمون و هم به نفع بازار و دولت. پس باید آدم تنبل هیچ امیدی بهش نداشت، باید آدمی باشد کار بکنه، تلاش بکنه، زندگی بکنه تا موفق بشه. ساکت، ضبط میشه. نخود نخود خانه خود، لوبیا برو فردا بیاد. تکرار میکنیم، نخود نخود هر که برود خانه خود، لوبیا لوبیا برو فردا بیاد. دوستایان نخودکار، خدا نگهدار. کار، تلاش، حرکت و جریان اساس زندگیه. آب تا وقتی که جریان داره زلال و صاف و حیات و زندگی میبخشه، اما وقتی که ایستاد در گودالی جمع شد، راکد و ساکن میشه، گند میزنه، فاسد میشه. پس برای پیشگیری از رکود و سکون و فساد بیایید کار کنیم، تلاش کنیم و سازنده باشیم. این یه حقیقته که هر پیروزی به خاطر اون که اعتماد به نفس انسان رو بالا میبره، زاینده پیروزی های دیگه است. علم به توانایی انجام کار، اشتیاق انسان رو برای انجام دوباره اون افزایش میده. به خاطر همینه که میگن هیچ چیز مثل موفقیت به بار نمیاره. موفق باشید. خدا حافظ.